درست بگم دارم خدمت شما. مرسی افشین خان عزیز، مرسی که با یه زنگ با یه تماس آقای محمودی از تهران تا اینجا تشریف آوردن و به عشق مردم آذربایجان. تا گفتیم این برنامه برای مردم آذربایجان هست، بدون اینکه صحبتی بکنم، بدون اینکه سوالی بکنم، گفتم فقط تاریخ رو بگیم و این لایقه تشویق هست دوستان. مرسی. درود بر شما. از خودتون بفرمایید لطفاً. ارادت دارم خدمت شما. خواهش می‌کنم. خدمت شما همچنین. خیلی ممنونم. خیلی خوشحالم که اینجا در کنار شما هستم. تبریز رو همیشه دوست داشتم، میومدیم کنسرت خیلی خوش می‌گذشت، ولی این بار دیگه کنار آقای افشین عزیز. همچنین شما بیننده‌های عزیز. تبریز تشریف آوردید حالا. آره خیلی کنسرت. تبریز هم شما رو دوست داره. آره تبریز. بر کنسرت اومدید درست؟ تو اینستا ترکوندی نواخر. ما هر جا میریم اکسپلور میریم اینستا این ور و هر جا میبینیم یه ساز خوشگلم که داریم ماشاءالله. این رو بغل کردی و با عشق داریم ساز میزنیم. ساز خود شماست، شما خودتون هم ویولونیست هستی. ما ادا شده دارم یه خیلی هم عالی. ولی خب به هر حال تصمیم گرفتم که کارهای در واقع ایرونی قدیمی رو اجرا بکنم و اصلا فکر نمی‌کردم که مردم اینقدر ارتباط برقرار کنن، اینقدر خوششون بیاد، ولی خب خدا رو شکر خوششون اومد و حالا تو اینستاگرام هستیم. خب فلسفه‌تون چی بود که چرا برگشتین کارهای قدیمی رو اجرا کردی؟ والا حالا دوست ندارم به سری از عزیزان بر بخوره، در هر صورت موسیقی در هر دوره‌ای باید به یه نحوی در واقع باشه، تغییر کنه. اگه این تغییر نباشه اصلا شاید قشنگ نباشه. ولی من حس میکنم یه مقدار خیلی از موسیقی ایرانیمون در واقع موسیقی ایرانی خودمون دقیقا فاصله گرفتیم و خب به هر حال گفتم شاید یاد در واقع، البته این آهنگ اصلا فراموش نشدنیه دقیقاً، ولی گفتم شاید یه یاداوری باشه و تصمیم گرفتم و مردمم خوشبختانه دوست داشتن. خیلی خوب، من میخوام مردم رو منتظر نذاریم. امین خان آقای آذری آیتم بعدی رو میخواین بگی؟ نه آیتم بعدی رو نمیخوام بگم، میخوام اول یک ساز کوچولو برام یه دقیقه ای باشه. یه دقیقه ای همینجا برام بزن. ببین اینستاگرامی. آره اینستاگرامی. به صورت خیلی زنده باشه. خب ترکی که متوجه نمیشید. چرا؟ من با افتخار ترکم. بله به افتخارش. پس شما هم ببین، من هر جا یک نوازنده خوبی رو میبینم ترکه. یه ریشه ترکی. حالا چی بلدی این ترکی صحبت کنی؟ حالا نباید اینطوری بگیم، حالا دوستان زیادی دارم، کردها هم نوازنده خیلی خوبی هستن، ولی خب به هر حال دیگه خودمون ترکی. اصلا ترک یه چیز دیگه. دقیقا. من قزوینی هم اصالتاً و البته الان سالهاست تهران هستم، ولی خب در هر صورت تو قزوین ترکم زیاد هست. این فاصله را که این چند دقیقه پیش یه فاصله ای رو گفتم، این قزوین رو هم رو اون فاصله اضافه میکنم و این فاصله ها رو جدی بگیریم بعد از کرونا. زایده ما هر جا میریم این موضوع رو میگم، ولی ما همه رو دوست داریم. شما لطف دارید. خواهش میکنم. خب حالا ترکی چی بلدین؟ من اولنن چخ بیزیمنن ترکی دانش میبلر بیزیمنن. حالا فرق بار نه، ولی ترکی دانش مقام چو خوردوی و بیر از بلدم بیر آز بلدم. خب خیلی مردم رو چشم انتظار نمیخوایم بزنیم، بریم ساز یک کار یک دقیقه از شما بشنویم. عزیز دوستانمز آقای امین حسین محمودی، اینم بیرلختی گزل ویالانیستی که تازه آلاخته این استادا پاتدالفته و بیز اولار که سیزین ارهلر این استادا و فضای مزید